این ویدیو بررسی میکنه که چه کسایی در حال حاضر مد نظر آرسنال هستن تا جایگزین میخائیل و مودریکی که هایجک شد بشن. ببینیم که آرتتا کیا رو در نظر داره برای پست وینگ چپ. درود و سلام عزیزان، اینجا فوتبال تاک، من حسین هستم و با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستیم. اما همونطور که در اول صحبتام گفتم، میخوایم چند تا گزینه رو مرور کنیم واسه وینگ چپ آرسنال. در حال حاضر که اسکواد آرسنال رو نگاه میکنیم، اونا تنها فقط یک لفت وینگ تخصصی دارن و اون گابریل مارتینلی هستش. البته 4 تا بازیکن دیگه میتونن لفت وینگ بازی کنن، اما پست تخصصیشون اون نیست. یعنی الان مثلا مارکینیوس رایت وینگ اما لفت وینگ هم میتونه بازی کنه، یا رئیس نلسون هم میتونه اتکینگ مدی فیلد یعنی هافک هجومی بازی کنه، هم وینگ چپ و هم وینگ راست، اما پست تخصصی ایشون هم وینگ راست. گابریل جسوس مصدوم که فعلا نیستش، که شاید تا آخر فصل هم نرسه، این بازیکن مهاجم نوکه اما هر دو سمت راست و چپ هم میتونه بازی کنه. ادی انکیتا هم باز مهاجم نوکه و میتونه چپ و راست بازی بکنه. پس در حال حاضر فقط یه مارتینلی وینگ چپ تخصصی هستش. اما گزینه‌هایی که من در نظر گرفتم واسه این ویدیو، یه گزینه بود که قبلا توی پنجره قبلی به آرسنال لینک میشد، که البته الان دیگه فکر نمی‌کنم مد نظر آرتتا باشه. پدرو نتو بازیکن 32 میلیون یورویی حال حاضر ولورهمپتون هستش که این فصل اصلا گل نزده، فصل قبلم یه گل زد. تو فصل 2021 توی 35 بازی 5 گل و 6 پاس گل داشته که تو همه رقابت هم بوده. این گزینه در حال حاضر فکر نکنم که گزینه آرسنال باشه، اما چون قبلا لینک شده شاید پلن سی یا دی یا ای برای آرتتا باشه. ولی خب حالا این هم یه گزینه است. 22 سال است و 172 سانتیمتر، لفت وینگ تخصصی هستش. اما یه گزینه دیگه، یه بازیکن آسیایی هستش، کاریو میتوما، بازیکن ژاپنیه، در حال حاضر در برایتون توپ میزنه، 8.5 میلیون یورو ارزششه و 25 ساله است. اینم یکی از بازیکنایی که در حال حاضر مد نظر آرتتا هستش. اگر بخوایم یه نگاهی به آمارش بندازیم، تو برایتون توی 17 بازی 4 گل و 2 پاس گل داشته که آمارش بد نیست. قبلا تو کاوازاکی بوده و اونجا مثلا 62 بازی 30 گل و 20 پاس گل، آمارش اینجا خوبه. ولی خب کاوازاکی کجا و پرمیر لیگ کجا؟ بعد ببینیم که این گزینه که 25 سالم هست به کجا میرسه. اینم پست تخصصیش وینگر چپ. فران تورس بازیکن بارسلونا هستش که قبلا توی من سیتی شاگرد آرتتا بوده، اونجا سابقه هدایت فران تورس رو داشته و از این نظر بعید نیست که دوباره بره سراغ این بازیکن. در حال حاضر فران تورس توی بارسلوناست و البته هواداران بارسا آنچنان راضی نیستن ازش، چون عملکرد آنچنان خاصی نداشته و شاید و حتی خود من بعدشون نمیاد که فران تورس بره و شاید و جایگزینش بریم سراغ یه بازیکن بهتر بگیریم. آره، فران تورس هم تو سیتی بازی کرده قبلا، در حال حاضر هم تو بارساست و یکی از گزینه هاست. بعد ببینیم که آرتتا بالاخره این بازیکن جدیه واسش یا نه. از بارسا یه بازیکن دیگه هم لینک شده به آرسنال که میگن که شاید این گزینه جدی تر باشه، رافینیا بازیکن لیدز، خودش رو قبلا توی لیدز نشون داده. اما من خودم به شخصه فکر نکنم، نمیدونم، رافینیا وینگر راسته و وینگ چپ نیست و آرسنال در حال حاضر یه وینگ چپ تخصصی میخواد، رایت وینگ داره. بعید میدونم بخوان یه بازیکن بیارن که مثلا آشار فرانسه باشه. درسته که رافینیا چپ هم بازی کرده، اما نمیدونم آیا دلیل علاقه آرتتا به رافینیا چیه، چون نمیخواد رافینیا رو بخره بیاره بذاره وینگ چپ، که نمیدونم. به هر حال شاید هم واسه وینگ راست بخواد، چون رئیس نلسون البته هست و مارکینیوس هم هست، اما نمیدونم واسه جایگزینی مودریک میخواد یا کلا فلسفه‌اش چیه و چه تاکتیکی داره. شاید هم واقعا جدی رافینیا رو میخواد، اما من به عنوان یه گزینه جدی در حال حاضر نگاه نمیکنم. رافینیا هم تا الان تو بارسا اون چیزی که شاید انتظار داشتیم و برآورده نکرده و حتی
ممکنه بره یا حتی تو تابستون بارسا رو ترک کنه. بعد ببینیم که چی میشه. لاندرو تروسار گزینه بعدیه، بازیکن شماره 11 برایتون، در حال حاضر 30 میلیون یورو ارزششه، 28 ساله است و متولد بلژیکه. تو این فاز تو پریمیر لیگ 16 بازی 7 گل و 3 پاس گل داشته و اینم یکی از گزینه‌های دیگه است. آیا بعد ببینیم که برایتون حاضر میشه این بازیکنو بده؟ قراردادش هم تا 2024. تا الان تو برایتون 121 بازی انجام داده، 25 گل زده و 14 پاس گل داشته. در کل کریرش 345 بازی 101 گل و 43 پاس گل آمار این بازیکن بلژیکی هستش. لاندرو تروسار. اما یه گزینه جذاب دیگه که توی لیست خرید آرتتا هست و به همین راحتی هم قطعا به دست نمیاد، چون دی لورنتیس مالک باشگاه ناپولی به این راحتی ستاره هاشو از دست نمیده، حتما دیگه الان میتونید حد بزنید که چه گزینه ایه. کویچا کوارتسخلیا که اسم خیلی سختی هم داره، بازیکن شماره 77 ناپولی که کارابونام اونجا صداش میکنه، خیلی هم محبوب بینه هواداره ناپولی و 21 ساله است، متولد تفلیس گرجستانه، پست لفت وینگ و 183 سانتی متر هم قدشه. این بازیکن در حال حاضر 60 میلیون یورو ارزششه و 19 تا بازی ملی داره، 10 گل هم واسه گرجستان زده و حسابی تو این فصل و حتی قبل از اینم درخشیده و خیلی ها سری ها رو به خاطر این بازیکن یا ناپولی رو به خاطر این بازیکن دوست دارن، خیلی هم محبوبیت داره، بازیکن شوت زنیه و تکنیکی هم هست به نسبت. بعد ببینیم که این گزینه به کجا میرسه. آره این واقعا این بازیکن میتونه جذابیت های تیم آرسنال رو بهبود ببخشه. بعد ببینیم همونطور که گفتم آیا ناپولی راضی میشه این بازیکن رو بده و اگرم راضی بشه با چه قیمتی و چه ارزشی. با توجه به این که این بازیکن جوونه در حال حاضر و 21 سالشه و ارزشش هم 60 میلیون، حداقل دو برابر این قیمت رو فکر میکنم آرسنال باید بپردازه، حدود 120 میلیون حداقل من فکر کنم ناپولی بخواد. ولی خب بعد ببینیم که چی میشه. بعد میخائیل مودریک خودش بعد ببینیم توی چلسی چیکار میکنه و جایگزینش اینجا در آرسنال. خب خیلی ممنون که ما رو گوش کردین و دیدین. ما قبلا راجع به میخائیل مودریک و همه جزئیات آمار و روندی که طی شد تا اون به چلسی به پیونده قبلا یه ویدیو داشتیم، اگر دوست داشتید اونم ببینید و نظراتتون رو بگین و ما رو حمایت کنید. ممنون، خداحافظ.